هر شب یک دونه از اتم ها رو، یک دونه از گروه ها رو استوری کنم براتون، یعنی با اونم بتونی برین جلو ببینینش. خب اما عدد اتمیه، عدد دیگه چه نکته هایی تو این جدول هست؟ عدد اتمیه گازهای نجیب برای ما بسیار مهمه. عدد اتمی گازهای نجیب 2 میشه مال هلیوم، 10 18 36 54 86. 2 10 18 36 54 86. 2 10 18 36 54 86 عدد اتمی گازهای نجیبه، باید حفظ باشید، جداگونه حفظش کنین. 2 10 18 36 54 86. ببین تو اگه محاسباتت ضعیفه ممکنه تو مسئله ها گیر کنی، باید یه سال کار کنی، اوکی. شیمی کلا نمیفهمی، با من کار کن درست میشه، اوکی. مفهوم شیمی رو تا حالا نفهمیدی، با من کار کن درست میشه، اوکی. اما اصلا کلاس هم نرفتی، حرفی که من زدم اینو از روش بخون، این دروس عمومی حفظش کن، شیمی تو بالا بزن، 5-6 تا سوال راحت بزن، وقتشو بده به استو، وقتشو بده به استوکیومتری، بده به مسئله ها، بده به چیزای دیگه. خب حالا بچه ها ببینین، خوب گوش بدید، ما یه نکته دیگه هم از جدول باید بلد باشیم. گروه های جدول رو اگر بخوای خیلی بهتر یاد بگیری، یعنی مثلا اینی که میخوام بگم الان دوباره از روش داستان درست نکنید که آقا تو نظام جدید نیست، هست، نظام قدیمیه، نظام جدیدیه، به من گوش بده. من پارسال یه سوال برای بچه هم حل کردم، همین الان هم استوریش تو اینستاگرام هم هست، اگر فکر کنم 24 ساعت نشده باشه، همین الان هم هست. گفتم آقا این سوال از کتابتون هست شده، 3 روز مونده به کنکور، ویدیوشو گذاشتم، گفتم ولی میاد، به دلم اومده میاد، 3 روز مونده به کنکور. یه مسئله رو، سوالی بود که از کتاب حذف شده بود، خود عین سوال از حذف کرده بودن، از کتاب برش داشته بودن، تو کتاب سال 98 بود دیگه، از 99 بعد برش داشته بودن. اومد همین 1400 اومد، سوالشو گذاشتم، ویدیوشو گذاشتم، من میدونم چی دارم میگم، میدونم، خیالت راحت. پس با من بیا جلو، فکت پیدا نکن که آقا این الان نظام قدیمیه جدیدیه، چیزی هست که من میگم بهت. این گروه 1 و 2، 13 تا 18 رو به نام قدیما، به عنوان قدیما، نه نظام قدیما، کلا قدیما، به عنوان گروه های اصلی یا آ میگفتن، اینا رو گروه B میگفتن. اگه میخواین گوشه ذهنتون یه کلمه کار کمکی داشته باشید، اینم بلد باشین که این گروه، گروه 1 آ هست، 1 آ یعنی گروه 1 اصلی، 2 اصلی، این با این چوب خطا عدد رومی ان، عدد رومی هم شما باید بلد باشید، تو نامگذاری و اینه لازمتون میشه. 3 تا چوب خط یعنی 3، به گروه 13 میگفتن گروه 3 اصلی آ، یه دونه وی بذارن یعنی 5، یه وی یه 1 قبلش باشه میشه 4، یه وی یه 1 بعدش باشه میشه 6، یه وی 2 تا 1 بعدش باشه میشه 7، یه وی 3 تا 1 بعدش باشه میشه 8، این میشه گروه 8 آ، این میشه گروه 7 آ، این میشه گروه 6 آ، این میشه گروه 5 آ، این میشه گروه 4 اصلی آ. خب اینا میشن گروه B. اینا بد نیست بدونیم، آ مهمتره ها، آ اصلی مهمتره. گروه های B رو بهشون واسطه میگن، اینجوری دسته بندی میشن. چطور اینجا 1 و 2 اومد این طرف، اونور 1 و 2 میاد این طرف، یعنی میشه 1 B 2 B، اینجوری دسته بندی میشه، این 1 B 2 B، یعنی 2 فرعی، از اینجا میشه 3، اینو میگن گروه 3 B، اینو میگن 4 B، اینو میگن 5 B، اینو میگفتن 6 B، اینو میگفتن 7 B. بعد دیگه دیدن اینجا 3 تا مونده، چیکار کنیم؟ 3 تاشو با هم گفتن گروه 8 B، 3 تاشو با هم گفتن گروه 8 B، هر 3 تاش یه گروه حساب میکردن قدیما.
بعد گفتن چه کاریه بیاین آسونش کنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 تا 18. بنابراین الان شما همین که بگین گروه 14 خوبه، ولی وقتی که مثلا میدونین 4 اصلیه، بعدن تو ادامه یه درس چیزایی واسه تو خیلی راحت میشه اگه جفتشو بدونین. یعنی بدونین آقا 14 یعنی 4 اصلی، 4 یعنی 4 فرعی.